داستان دانه روزی روزگاری پادشاهی سه پسر داشت و باید از بین آنها یکی را به عنوان ولیعهد خود انتخاب میکرد انتخاب مشکلی بود چون هر سه پسر بسیار زیرک و شجاع بودند با وزیر خود مشورت کرد هر سه پسر را نزد خود خواست و به هر کدام یک کیسه دانه گل داد و گفت من مدتی به سفر میروم و از شما انتظار دارم تا وقتی برمیگردم این دانه گلها را تر و تازه به من بازگردانید و هر کس بهتر از دیگران از آنها مواظبت کند ولی عهد من خواهد شد پسر اول دانه ها را در صندوقچه آهنین گذاشت و درش را مهرمون کرد پسر دوم آنها را به بازار برد و فروخ و نزد خود اندیشید وقتی پدرم بازگشت به بازار می رمم و دانه های تازه میفرم و به او باز می گرم. پسر سوم دانه ها را به باخشه بود و همه را کاش. بعد از مدتی پدر از سفر باز کرد. پسر اول در صندوقچه را باز کرد. تمام دانه ها پوشیده و از بین رفته بودند. پسر دوم زود به بازار رفت و دانه های تازه خرید و به نزد پدر آورد. پادشاه کار او را تحسین کرد و اما پسر سوم پدر را به باخشه برد و گلهای شاداب را نشانش داد و گفت به زودی همه گلها تو خواهند داد و آن دانه ها را به شما پس خواهم داد. پدر به خوش و زیرکی پسر سوم آفرین گفت و او را به عنوان ولیعهد خود انتخاب کرد. این دقیقا کاری بود که با دانه گل باید کرد.